امروز میخواییم داستان زنی رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه با یه نره‌خر سیاه‌پوست به شوهرش خیانت میکنه، تو فروشگاه یه پمپ بنزین گیر یه تکتیرانداز روانی میفته که به هر کسی که وارد اون مکان بشه به صورت بیرحمانه شلیک میکنه. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم Night of the Haunted. در ابتدای داستان توی هتل زن 30 ساله‌ای به نام آلیس رو میبینی که بعد اینکه شوهرش اریک باهاش تماس میگیره، فوراً و با عجله میره تو توالت تا بتونه باهاش صحبت کنه. اینجا باید بدونید که الان ساعت 2:30 شبه و اریک هم به زنش یادآوری میکنه که فردا باید برای ناباروری آلیس با یه پزشک ملاقات کنن. اینجا باید بدونید که آلیس به عنوان مدیر رسانه‌ای یه شرکت داروسازی کار میکنه و به خاطر همین الان توی یه ماموریته. ولی خب جالب اینجا که اون همزمان داره با همکار سیاه‌پوستش جان به شوهرش خیانت میکنه. یکم بعد اونا از اون هتل میزنن بیرون تا بتونن راه بیفتن و برگردن، اما طولی نمیکشه که یه دفعه جان متوجه تموم شدن سوختش میشه، با اینکه مطمئنه که امروز باک ماشینش رو پر کرده بوده. خلاصه جان مجبور میشه که بره به نزدیکترین پمپ بنزین و زمانی که خودش مشغول سوختگیری میشه، آلیس میره سمت یه فروشگاه تا یه قهوه بخوره. اما این در حالیه که ما میفهمیم که باک بنزین ماشین جان دچار نشتی شده و به خاطر همین بوده که بنزینش خیلی زود تموم شده. بعدش نزدیک پمپ بنزین یه بیلبورد بزرگ رو میبینی که روش به انگلیسی نوشته شده God is nowhere، که معنیش میشه خدا هیچ جایی نیست. همزمان تو فروشگاه آلیس میره که با فروشنده حساب کنه، اما کسی رو اونجا نمیبینه و به خاطر همین یه اسکناس رو اونجا جا میذاره. اما تو همین لحظه متوجه خونی میشه که پاشیده شده رو قفسه‌های توی اون فروشگاه. اینجا آلیس تصمیم میگیره که فوراً از اون فروشگاه بره بیرون، اما یه دفعه یه تکتیرانداز ناشناس بهش شلیک میکنه و باعث زخمی شدن دستش میشه. بعد از این اتفاق آلیس شروع میکنه به فریاد زدن و کمک خواستن از جان، اما جان هم که چه عرض کنم عین باز نشسته تو ماشینش و صدای موزیک رو هم تا ناموس داده بالا، چون به هر حال اون امشب تونسته یه داف لاپاپنیری رو بزنه به بدن. یکم بعد آلیس متوجه میشه که اون تکتیرانداز یه جایی توی اون بیلبورده و به محض اینکه آلیس تو دیدرسش قرار میگیره به صورتی بیرحمانه بهش شلیک میکنه. اینجا آلیس تصمیم میگیره که بره سمت گوشیش تا شاید بتونه برش داره، اما تو لحظه‌ای که بهش نزدیک میشه تکتیراندازه میزنه گوشیشو داغون میکنه. بعدش آلیس با نگاه کردن به فیلم دوربینای مداربسته فروشگاه میفهمه که اون خراب شده یه در پشتی هم داره، اما یه دفعه بعد شنیدن صدای یه بیسیم متوجه خود اون بیسیم میشه. اما خب اون یه مشکل بزرگ داره و اونم اینه که اگه بره سمت اون بیسیم تکتیراندازه بهش شلیک میکنه و به خاطر همین اون با پرتاب کردن چند تا بسته چیپس تو آسمون اون لاشی رو منحرف میکنه و بیسیم رو به دست میاره. اینجا آلیس از طرف میخواد که با پلیس تماس بگیره، اما اون یارو سراغ زنش آمیلیا رو از آلیس میگیره و این در حالیه که جان توی ماشین مخش هنگ کرده، چون میبینه بنزین ماشینش بازم تموم شده و اینجاست که اون بالاخره متوجه نشتی باک بنزینش میشه. اینجا داخل پرانتز باید بهتون بگم، چون واسه خودم پیش اومده اگه یه زمانی خدایی نکرده دچار این مشکل شدین، فوراً برین یه بسته خرما بخرین و با دست همشون رو بمالین به قسمتی از باک نشتی کرده تا اینجوری بتونین موقتاً جلوی نشتی رو بگیرین و به گاه نرین. بعدش جان به خاطر دیر کردن آلیس حسابی شیر میره تو اعصابه، ولی زمانی که میره تو فروشگاه مهاجمه یه تیر میزنه تو گردنش و همونجا لشش میکنه رو زمین و به چاخش میده. بعد از این اتفاق آلیس که دیگه حسابی زرد کرده به اون یارو که پشت بیسیمه شرایطی که توش گرفتار شده رو توضیح میده، اما اون فقط سراغ زن جنزدهشو میگیره. ولی آلیس بهش میگه هیچ سگی غیر از من توی این خراب شده نیست گوساله. بله، بالاخره طرف به آلیس خبر میده که با پلیس تماس گرفته و اونا تا یه روبه دیگه میرسن پیشش، اما یه دفعه پشت بیسیم شروع میکنه به خندیدن و اینجا آلیس میفهمه که تمام این مدت داشته با تکتیراندازه صحبت میکرده. ولی خب اون لاشی آلیس رو تهدید میکنه که اگه باهاش حرف نزنه خودش شخصا میاد سراغش. همزمان آلیس کلید چراغای فروشگاه رو که میبینه یه سری خرت و پرت رو پرت میکنه سمتش تا شاید بتونه خاموششون کنه، اما این کارش نتیجه نمیده و به خاطر همین با یکی از قفسه‌ها که چرخ داره
خودش رو از تیررس مهاجمه خارج میکنه و موفق میشه تعدادی از چراغا رو خاموش کنه. بعد از این اتفاق آلیس جسد یه زن رو پیدا میکنه که معلوم میشه اون همون آمیلیا زن تکدیر اندازه است و به گفته خود لاشیش اون آمیلیا رو به خاطر خیانتی که بهش کرده کشته و آلیس هم با شنیدن اسم خیانت میرینه تو خودش، چون خودش هم همین امشب با اون نرخر سیاه‌پوست به شوهرش خیانت کرده. یکم بعد آلیس میبینه که یه ماشین داره میاد تو پمپ بنزین و بعد اینکه جلوی فروشگاه توقف میکنه، پسری به نام داگ ازش پیاده میشه و میاد داخل فروشگاه، چون داگ دوست پسر آمیلیاس و اومده که بهش یه سری بزنه. بعدش آلیس فوراً از داگ میخواد که قبل اینکه تکدیراندازه به گاش بده خودشو مخفی کنه، چون آلیس فکر میکنه که این یارو همونیه که آمیلیا باهاش به شوهرش خیانت کرده. اینجا آلیس از داگ میخواد که با گوشیش به پلیس زنگ بزنه، اما اون ابله گوشیشو تو ماشینش جا گذاشته و این در حالیه که آلیس بهش خبر میده که دوست دخترش توسط شوهرش کشته شده. ولی داگ میگه چرا کت میگی مامان، آمیلیا که شوهر نداره. خلاصه داگ که میاد پیش جسد آمیلیا، آلیس بهش مشکوک میشه، چون از زمانی که داگ وارد اون فروشگاه شده خبری از تکدیراندازه نیست و اینجوری آلیس فکر میکنه که داگ همون تکدیرانداز روانیه. ولی داگ به جون ننش قسم میخوره که آلیس داره اشتباه میکنه. اون میگه من و آمیلیا توی دوتا شیفت مجزا توی این فروشگاه کار میکنیم و من امشب فقط اومدم بهش یه سری بزنم. اما با این حال آلیس هنوز بهش شک داره و به خاطر همین با بیسیم تکدیراندازه رو صدا میزنه، ولی طرف بهش جوابی نمیده. اینجا آلیس از داگ میخواد که خودش رو ثابت کنه و تلفنش رو از داخل ماشینش بیاره و داگ هم خرخر این کارو انجام میده. ولی زمانی که سوار ماشینش میشه، تکدیراندازه اول گوشیشو میزنه، بعد مخ خودش رو هم میترهونه. بعد از این اتفاق آلیس حسابی به خاطر به کشتن دادن داگ دچار گوز عاطفی میشه و تکدیراندازه هم با بیسیم بهش میگه تو یه قاتلی و باعث مرگ اون پسری گوزبخت شدی. یکم بعد طرف میگه من میدونم که تو توی شرکت داروسازی کار میکنی و از اونجایی که من اعتقاد دارم که شرکت‌های داروسازی مواد مخدر میدن دست مردم، پس تو هم شریک جرمشونی و مستحق مرگی. اون بعدش فاش میکنه که نه تنها اسم شرکتی که آلیس توش کار میکنه رو میدونه، بلکه از خیانتش به شوهرش و اتهام تجاوزی که علکی به یکی از کارمندای شرکتش زده و باعث اخراج شده هم خبر داره. خلاصه آلیس با چیزایی که دیده و شنیده مطمئنه که اون یارو شوهر آمیلیا نیست و یه جورایی به این نتیجه میرسه که اون تکدیرانداز از طرف هر خری که هست از قبل قصد انتقام گرفتن از اونو داشته و تمام این کارا رو از روی برنامه انجام داده. بعدش آلیس با بدبختی خودشو میرسونه به در خروجی، اما میبینه اون در قفله و به خاطر همین تمام سعیشو میکنه که قفلشو بشکنه، ولی موفق نمیشه. تو همین لحظه اون متوجه میشه که یه مرد با ماشینش داره میاد که سوختگیری کنه، ولی اون یارو به خاطر خراب بودن سوخته شیر میره تو اعصابش و فوراً گازشو میگیره و از اونجا میره. و جالب اینجاست که تکدیراندازه هم باهاش کاری نداره. یکم بعد آلیس میره خودشو با بدبختی میرسونه کنار ماشین جان تا شاید بتونه باهاش فرار کنه، ولی تکدیراندازه میبینتش و بهش شلیک میکنه و موقع برگشتنش تو فروشگاه موفق میشه به پاش تیر بزنه. بعدش آلیس با درد زیاد به کمک یه جعبه کمک‌های اولیه زخم پاشو میبنده. خلاصه آلیس بعد پیدا کردن یه اره میره که قفل در پشتی رو ببره، ولی خب میرینه و دست خودش رو زخمی میکنه. تو همین لحظه یه ماشین دیگه میاد تو پمپ بنزینه و یه پیرمرد ازش پیاده میشه و شروع میکنه به بنزین زدن. اما گوزبختانه زمانی که جسد داگ رو میبینه، تکدیراندازه بهش شلیک میکنه و زمانی که زنش هم از ماشین پیاده میشه که بهش کمک کنه، اونم به سرنوشت شوهرش دچار میشه و کشته میشه. اینجا آلیس پشت بیسیم رد میده و میرینه به هیکل طرف، ولی یه دفعه متوجه یه دختر به نام سیتی میشه که نوه همون زن و مردیه که همین الان کشته شده. بعدش آلیس از تکدیراندازه میخواد که بذاره اون بچه از اینجا بره و اونم قبول میکنه، اما میگه باید در مقابل جون تو رو بگیرم و آلیس هم میگه باشه سگ خورد. یکم بعد آلیس به دختره میفهمونه که فرار کنه سمت جاده و اونم این کارو انجام میده، ولی چون از تاریکی میترسه فرار میکنه سمت فروشگاه و میره پیش آلیس. در کل آلیس که دیگه هیچ آپشنی واسه فرار نداره، مجبور میشه هر جوری که شده قفل در پشتیه رو با اره ببره و میبینیم که بعد کلی تلاش موفق میشه این کارو انجام بده. اما همزمان تکدیراندازه از سر جاش بلند میشه و از بیلبورد میاد پایین تا بیاد و دخل آلیسو بیاره. بعدش آلیس میفهمه که
پشت اون در یه انباره و در کرکریش هم قفله و به خاطر همین فوراً سیدنی رو یه گوشه مخفی میکنه و سعی میکنه یه سلاح درست کنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. تا همین لحظه طرف وارد فروشگاه میشه و آلیس هم بهش حمله میکنه، اما اون آلیس رو میگیره و در حالی که دختر داستان داره سعی میکنه ماسک اون قاتل رو برداره، یه دفعه سیدنی صدای یه شلیک رو میشنوه و به نظر میاد که آلیس توسط تکگیراندازه کشته شده. بعدش اون قاتل میاد و بعد اینکه یکی از اون درهای کرکره‌ای رو میده بالا، سیدنی رو پیدا میکنه و زمانی که میخواد ماسکش رو از رو صورتش برداره، آلیس از پشت بهش حمله میکنه و با یه کپسول آتش نشانی میفته به جونش و بعد اینکه حسابی گیج و منگش میکنه، سرش رو میذاره زیر یه دستگاه پرس و روشنش میکنه، ولی فرصت نمیکنه نقاب طرفو برداره چون اون دستگاه میاد پایین و جمجمه‌شو عین انتلیت میکنه. آخر داستان هم میبینیم که در حالی که آلیس بالاخره نتونست هویت اون لاشی رو بفهمه، یه گوشه میشینه و همونجا تموم میکنه و میمیره و سیدنی هم بعد دیدن این همه جنایت با اینکه صبح شده از اونجا فرار میکنه. من که آخرش نفهمیدم این یارو کی بود، اما اگه شما نظری دارین لطفاً برامون تو کامنت ها بنویسین. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.